سازمان ملل متحد با هشدار درباره نزدیک شدن قحطی در سودان اعلام کرد بیش از 1,400,000 نفر از این کشور آفریقایی فرار کردند. همکارم در رابطه با آخرین وضعیت این کشور آفریقایی در حال جنگ گزارشی تهیه نموده که در ادامه با هم می‌بینیم. سازمان ملل متحد روز جمعه به وقت محلی هشدار داد که تنها 12% از 2.7 میلیارد دلاری که برای سودان جنگ زده نیاز است تأمین شده و افزود که قحطی در سودان در حال نزدیک شدن است. از زمان وقوع جنگ در آوریل سال 2023 بین ارتش و نیروهای پشتیبانی سری RSF ده ها هزار نفر در سودان کشته و میلیون ها نفر آواره شدند و همچنین بیش از 1,400,000 نفر از این کشور گریختند. ینس لرکه سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه OCHA به خبرنگاران گفت درخواست تامین منابع مالی برای حل مشکلات مردم سودان به طور فاجعه آمیزی تامین نشده است. وی در ادامه افزود بدون دسترسی سریع به منابع بیشتر سازمان‌های بشردوستانه نمی‌توانند به موقع برای جلوگیری از قحطی و جلوگیری از محرومیت بیشتر اقدام کنند. سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه تأکید کرد نیمی از جمعیت سودان یعنی بیش از 25 میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. قحطی در حال نزدیک شدن است. بیماری‌ها در حال افزایش هستند. جنگ به سمت غیر نظامیان به ویژه دارفور نزدیک می‌شود. شیبل صهبانی نماینده سازمان جهانی بهداشت در سودان هم گفت 13 ماه جنگ در سودان 9 میلیون نفر را آواره کرده است که حدود 17% جمعیت را تشکیل می‌دهند و بزرگترین بحران آوارگی داخلی در جهان امروز است. وی در ادامه گفت این درگیری تقریباً سیستم سلامتی را ویران کرده و نزدیک به 16,000 نفر بر اثر این جنگ جان خود را از دست داده اند و 33,000 نفر نیز مجروح شدند. بولکر تورک مسئول حقوق بشر سازمان ملل این هفته به طور جداگانه با عبدالفتاح البرهان رئیس شورای حاکمیت انتقالی و ژنرال محمد همدان داگالو فرمانده نیروهای پشتیبانی سری گفتگو کرد. راوینا شمداسانی سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت او از هر دوی آنها خواست که فوراً و علناً برای کاهش تنش اقدام کنند. پیش از این 27 فروردین ماه در سالگرد شروع جنگ بین نیروهای مسلح سودان و نیروهای پشتیبانی سریع در سودان آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد این جنگ بیش از یک درگیری بین دو طرف متخاصم است. این جنگی است که علیه مردم سودان به راه افتاده است. بیشتر صحبت کنیم در این باره با حمید نیکو، پژوهشگر و تحلیلگر روابط بین الملل از کلن آلمان. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای نیکو، در رابطه با پدیده آوارگی و مهاجرت‌های اجباری در مناطق گرفتار شده در بحران مانند سودان و غزه و بحرین، چه راهکارهایی برای پایان دادن به این شرایط اسفبار وجود دارد؟ درود بر شما و بینندگان عزیز. ممنونم. از شبت که در حال حاضر کشوری مثل سودان یک کشوری به لحاظ قومی مذهبی با دولتی ورشکسته هستش که همونطور که میدونید این بحران باعث شده که شرایط اقتصادی این کشور در هم شکننده و در مرز فروپاشی باشه و بنابراین کمک‌های بین‌المللی از این در این مسیر قرار گرفته که بتونن به این کشور کمک کنن، ولی کمک ها تا کنون کافی نبوده و مشکلات بسیاری رو برای این کشور به وجود آورده، به دلیل اینکه این کشور همچنان تحت کنترل گروه های نظامی، غیر نظامی و گروه های شبه نظامی محلی هستش. کشمکش های قومی مذهبی این کشور رو با بحران جدی انسانی و آوارگی بسیاری از مردم مواجه کرده. در مورد شرایط غزه هم به نوعی مسئله بحران انسانی هستش.
و این کشور و این منطقه با بحران انسانی روبرو هست و شرایط به گونه ای هستش که جهان به سمتی میره که ما با بحران انسانی و شرایط مهاجرت به دلیل بدی آب و هوا، تغییرات اقلیمی و همچنین مسائلی مثل گسترش کشمکش های قومی مذهبی روبرو هستیم، که در مورد غزه هم که یک مسئله طولانی مدت هست بین به حال جهان اسلام و جهان غرب که همچنین مسئله ادامه داره. بله، سپاسگزارم از توضیحات شما. حمید نیکو، پژوهشگر و تحلیلگر روابط بین الملل از کلن آلمان.